توی این قسمت یه نگاهی میندازیم به این 6 تا نود دو سموت اسموت استپ اینورت بلیچ بایپاس بی اند دبلیو که در واقع همون بلک اند وایت سیه سفید و فیلم لوک این 6 تا نود البته به غیر از اینورت که فقط تصویر رو ب... اینورت میکنه و نگاتیو میکنه یا نگاتیو رو ریورس میکنه 5 تای دیگه خودشون به تنهایی هر کدومشون یه نوع تصویر خاص به وجود میارن مثلا حس بلیچ بایپاس Black اند وایت فیلم بلو که به تصویر گرین و کنتراست اضافه میکنه و سموت استپ اما یه نکته خیلی جالبی که وجود داره توی قسمت قبل من خدمتتون گفتم که اسکیل آر بی خیلی جواب به درد میخوره یکی از اون موارد همینجاست شما ببینید توی اسموت استپ ما یه خورده از هایلایت هامون اوت میشه و یه خورده از شادو هامون توی تلویزیون شما خیلی راحت میتونید این رو وصل بکنید به یه اسکیل آر بی و اسکیل رو مثلا بکنید 825 و البته میتونم بیشترش هم بکنم من فکر کنم تا 9 دهم میتونم برم بله تا 9 میتونم برم و سنتر رو هم یه خورده بالا ببرید که تصویرتون دیگه توی تلویزیون اوت نشه و مشکلی نداشته باشه یه وقتی شما دیوتون خواستیم بکنید تصویرتون رو دیوتون کاری که انجام میده ببخشید من یادم رفت اسموت استپ رو توضیح بدم اسموت استپ یه کنتراست و رنگ تصویر رو زیاد میکنه و شدید میکنه بعضی وقتا میتونه کمک بکنه به تصویر شما دیوتون کل تصویر رو به دو رنگ تقسیم میکنه رنگ های روشن شما که همین لایت کالرزی که اینجا میدید و رنگ های تیره شما در واقع تمام قسمت های تیرگی سایه ها و رنگ هایی که تمایل به سیاهی دارن به این رنگ و رنگ هایی که تمایل به روشنی دارن مثل هایلایت ها مثل میتون های روشن به این رنگ تبدیل میشن باز اینجا شما میدید من اگر دیوتون رو بزنم پرید من نشون میده که آر من خیلی درست حسابی نیستن و یه مقدار کمن توی اندازه های تصویر من اینو وصل کنم به ای اسکیل و الان من میتونم اسکیل رو مثلا زیادتر بکنم بکنم یک و دو دهم و سنتر رو حالا بیشتر بکنم مثلا هشت ببخشید کمتر رو بکنم شیش چهار باز هم کمتر دو مثلا نه خیر مثل که همینجوری ما قرار تایپ بکنیم خب یک کنیم و دیگه تقریبا اینجاها شما ببینید تصویر حس خیلی بهتری داره شما اگر خواستین دیوتون رو تغییر بدین روش کلیک میکنید و مثلا میگین به این رنگ های زرد خاکستری تا فرزن قرمز و قهوه‌ای باشه که خب یه حس دیگه به تصویرتون خواهد داد به این شکل فیلم لوک رو قبلا دیدیم که چیکار با تصویر میکنه شما میدونید که میتونید باش گرین اضافه بکنید و کنتراست و بی دبلیو هم در واقع همون بلک اند وایت که قبلا گفتم خدمتتون من اگر شما ببینید بلک اند وایت رو اجرا بکنم باز هم یه مقدار جا دارم که تصاویرم رو ار رو بیشتر بکنم من اینجا باز هم میتونم به یه اسکیل ار جی بی بکنم و خب تقریبا چون دهم ده بود درست شد این تصویر بلیچ بایپس رو شما احتمالا قبلا توی لابراتوارها انجام دادین فرایند بلیچ رو اگر کار ظهور نگاتیو داشتید قبلا احتمالا با این بلیچ بایپس آشنا هستید شاید بهتر باشه اینطوری خدمتون بگم که منطقی نیست شما یه هون رو به تصویر بدید از طریق یه زنجیره به تصویر اضافش بکنید شاید یه مقداری بهتر باشه به طور مثال این رو به یه نود ملتیپلای اضافه بکنی که تصویر رو یه خورده تیره میکنه من فکر میکنم خیلی از موارد بهتر باشه برای تصویر ما اگر اینجا ببینیم یه حس شاید بهتری داشته باشه نسبت به اینکه بخواد خودش تک استفاده بشه یا اون رو مثلا با تصویر اصلیتون بلند بکنین قاطیش بکنین با تصویر اصلی ترکیبش بکنین که مثلا 70 درصدش با تصویر ترکیب بشه نه 100 درصدش خب این هم از قسمت استایل های تصویری ما که در واقع این 6 تا بودن میشه گفت تقریبا این 5 تا بودن